سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. میسم هستم با یه ویدیو خیلی باحال و جذاب در خدمتتون هستم. امیدوارم حالت جذاب باشه، چون توی یوتیوب یه لینکی از کانال جعبه اسرار به من پیشنهاد داده شد و در مورد سوئد بود و حقایقی در مورد سوئد و افسردگی و خودکشی‌های توی سوئد. نمیدونم چقدر صحت داشته باشه چیزهایی که توی این ویدیو هست، مطالبی که توی این ویدیو هست، و میریم که من نظراتم رو بگم و همزمان میتونیم با هم نگاه کنیم. شما اگه خواستین خودتون جداگانه این ویدیو رو نگاه کنین، لینکش رو زیر همین ویدیو میذارم و اولین لینکی هست که میبینید میتونید روش کلیک کنید و مستقیما خودتون هم نگاه کنید. پس یه مش حقایق هست در مورد سوئد و در مورد سوئد کلا حرف میزنه و من میخوام خواستم اولین بار ببینم، گفتم به شما در میون بذارم و با هم نگاه کنیم. اگه دوست داشتین ویدیو رو نگاه کنین و با هم دنبال کنیم و نظرات من و آیا مثلا درسته یا نه، اون چیزایی که من احساس میکنم درسته یا اون چیزایی که من دارم یاد میگیرم و با هم میبینیم. پس بدون فوت وقت میریم دنبال این که چجوری میشه این ویدیو رو دید. سوئد کشوریه که تو شمال اروپا و تو شبه جزیره اسکاندیناوی واقع شده و ساکن این درسته سوئد توی کشوریه که توی شمال اروپا و توی اسکاندیناوی هستش. اینش از نوادگان وایکینگ ها هستند. اسم رسمی کشور سوئد پادشاهی سوئد هست. این کشور با نروژ و فنلاند همسایه هست و حدود 450 هزار کیلومتر مربع مساحت داره. البته سوئد با دانمارک هم از طریق یه پل که نصفش بالای دریا و نصف دیگه زیر آب هست همسایه هست. این فکر نمی کنم درست باشه، چون کل پل روی آبه. این اگه کسی دیگه میدونه یا مثلا نظرتون چیز دیگه است به من بگید، ولی من چون رفتم این پلو همش روی آبه، زیر آب نداره. با ماشینم فکر نمی کنم زیر آب احتمالا چون من با قطار رفتم روی آب بوده. اگه کسی با ماشین رفته اگه میدونه بنویسه که زیر آب بوده یا نه. سوئد با داشتن مجموع 26 هزار جزیره بیشترین تعداد جزیره رو تو دنیا داره. طبق گفته ها سوئد کشور فوق‌العاده هست. کیفیت زندگی تو سوئد خیلی بالاست و این کشور پیشرفته بهشتی واسه خوشبختی و آرامش انسان هاست. بله، خیلی از این چیزها که درباره سوئد گفته میشه واقعا درسته. از نظر تولید ناخالص داخلی سوئد با 59 هزار دلار تو رتبه 11 جهان قرار داره، ولی با این حال هیچ کس نگران میزان بالای خودکشی تو این کشور نیست، چون تقریبا نصف جمعیت این کشور تنها زندگی میکنن. از هر 4 نفر یه نفر تو تنهایی میمیره. بیش از یک بچه ها من حالا یه چیزی میگم قبل از اینکه این داره میگه اینو، افسردگی تو سوئد. من تا حالا زیاد توی اخبار نشنیدم بگن خودکشی توی زیاد تو سوئد زیاده یا اینا، ولی میدونم سوئدیا بیشتریاشون مثلا تنها زندگی میکنن و اینا هستن کسایی که تنها زندگی میکنن و ترجیح میدن تنها زندگی، یا هم که اون شخص مورد نظرشون سخته براشون پیدا کنن. ولی اینکه خودکشی زیاد باشه من نمیدونم. حالا این ویدیو داره میگه، با هم ببینیم چی میشه. 1 میلیون از 11 میلیون نفر جمعیت این کشور داروهای ضد افسردگی مصرف میکنند و بیش از 1 میلیون نفر هم به مصرف مشروبات الکلی اعتیاد دارند. سوئد رتبه 6 تجاوز رو توی دنیا داره. خلاصه اینکه همیشه فقط به جنبه های مثبت کشور اشاره میشه. تو این ویدیو میخوام براتون از سوئد با همه واقعیت هاش بگم. اوکی. ببینیم جذاب داره میشه. قبل از تماشای این ویدیو حتما عضو کانال بشید، حتما دوستان برید سر بزنید به کانالشون و با لایک کردن این ویدیو از ما حمایت کنید و در ادامه با کانال جعبه اسرار همراه باشید. بیاین اول نگاهی به ساختار جمعیتی این کشور بندازیم. جمعیت سوئد 10 میلیون نفر هست. تقریبا 80% جمعیت سوئد رو سوئدی ها، 5% رو فنلاندی ها، 1.5% رو عراقی ها، 1.2% رو ترک ها و 10% بقیه رو هم مهاجران خاورمیانه ای تشکیل میدن. کشور سوئد از سال 2000 اعلام کرد که دین رسمی نداره. 60% مردم این کشور مسیحی، 8% مسلمان، 0.3% سایر ادیان و بقیه 31.7% هم بیدین هستند. سوئدی ها که 7th کشور خوشبخت جهان به حساب میان چه جور مردمی هستند؟ اول از همه این که همه سوئدی ها از سال 1930 پیرو قانون یانته هستند. تو این الگوی رفتاری شخص باید از خودنمایی دوری کنه، نباید درباره مال و ثروتش حرف بزنه، نباید به
به موفقیت‌های شخصیش افتخار کنه و به طور کلی شخص نباید خودش رو تو هر جنبه‌ای بهتر از بقیه بدونه. سوئدی‌ها از لاف زدن خوششون نمیاد. حتی تو مصاحبه‌های شغلی هم نباید مهارت‌ها و موفقیت‌های خودتون رو. یه چیز جالب در مورد سوئدی‌ها بهتون بگم، خیلی روکن. مثلا ما ایرانی ها، مثلا با حداقل ایرانی ها، فارسی زبون ها، مثلا افغانستان یا جای دیگر نمیدونم، ولی ما ایرانی ها معمولا یه ذره دروغ قاطی میکنیم، مثلا یه چیزی میخوایم بگیم. ولی سوئدی ها تا مثلا اگه یه خورده خودمونی تر باید باشن اینا، تا شروع کنی یه ذره احساس کنن داری دروغ میگی، میگن نو دو یو گرده، بعد بهت میگن سری داری دروغ میگی، سری بهت میگن نو دو یو گر، سری بهت میگن که ما فهمیدیم داری دروغ میگی. اینو من خیلی برام اتفاق افتاده. دروغ بکشین، چون اصل عمل خوبی بهتون نشون نمیدن. اگه به یه سوئدی تعارف کنید، اصلا این تعارف رو قبول نمیکنه، چون سوئدی ها واقعا خودشون رو از بقیه برتر نمیدونن. این تفکر برابر بودن همه یه جنبه منفی هم داره، اونم اینه که این تفکر روی کارآفرینی سوئدی ها تاثیر گذاشته. هرچند امروز بزرگترین و پیشرفته ترین شرکت های جهان تو سوئد قرار دارن، ولی خود سوئدی ها کمتر شروع کننده کسب و کار و تجارت توی سوئد هستن. سوئدی ها بیشتر منتظر هستن تا مهاجران به سوئد بیان و کسب و کار راه بندازن و بعد سوئدی ها رو استخدام کنن و خیلی هم به این مدل کار کردن عادت کردن. سوئدی ها از نظر مالی خیلی ثروتمند هستن، ولی وقتی به آمار خودکشی تو این کشور نگاه کنیم، متوجه میشیم مردم این کشور از نظر روحی روانی خیلی مشکل دارن. با توجه به تحقیقات جامعه شناسی، مردم سوئد تنها ترین مردم دنیا هستن. 47% جمعیت این کشور تنها زندگی میکنن. به همین خاطر خونه های این کشور، ببینی حالا این داری میگه اینو، مثلا خوشبخت‌ترینن و بعد یه دفعه میگه افسرده‌ترینن، من یه خورده برام گیج کننده است. نمیدونم حالا واقعا این آماری که این میگه دقیقه یا نه، اگه کسی میدونه زیر همین ویدیو بنویسه، من نمیدونم واقعا. بار معمولا کوچیک و تک خواب هست. تنها زندگی کردن الان دیگه به فرهنگ غالب سوئد تبدیل شده. یعنی از هر 4 سوئدی یه نفر تو تنهایی میمیره. افرادی که تنها زندگی میکنن گاهی هفته ها و سال ها طول میکشه تا دولت متوجه مرگشون بشه. سال 2019 جنازه یه مرد 4 سال پس از مرگش پیدا شد. امروزه بیشتر پرونده های پزشکی تو سوئد مربوط به بیماری های روانی هست. افسردگی، استراب، ترس، هراس و فوبیای اجتماعی. از هر 11 سوئدی یه نفر از داروهای ضد افسردگی استفاده میکنه. تنهایی تو سوئد به جایی رسیده که خیلی از خانوما به بانک اسپرم سر میزنن تا بچه دار بشن و این هم کاملا طبیعی هست. حتی آدمایی که سالها تو سوئد زندگی کردن هم میگن که شخصیتشون به تدریج و با گذشت زمان و به طور ناخواسته عوض شده. سوئدی ها اینطوری نیستن که واسه عزیزانشون هر کاری بکنن. فرض بگیریم که یه فیلمی که مدت ها منتظر اکرانش بودین اکران میشه و شما میخواین بریم به سینما. اگه از همسر یا دوست سوئدی خودتون بخواین که شما رو همراهی کنه، اگه این فیلم رو دوست نداشته باشه، فقط صرفا به خاطر خود شما واسه تماشای این فیلم نمیاد. سوئدی ها چی؟ غیر ممکنه همچین چیزی. غیر چرت و پرت بود. این متاسفانه اینجا شما قبول ندارم که میگه که شما اگه یه نفر دعوت کنی و این نمیاد. اصلا قبول ندارم. این چی بود؟ بس یعنی یه چیز آمار کلی داد، اصلا خیلی هم بد بود. ولی چند تا جا اشکال داشت. حالا ببینیم بقیه‌اش چی میگه. ها کاملا خودمحور هستن و اصلا به بقیه وابسته نیستن. معمولا جوون ها از سن 18 سالگی مستقل میشن و خونه میگیرن. بزرگترین دلیل این استقلال تو سن 18 سالگی هم حمایت های دولت ازشون است. آدمای کمی پیدا میشن که خانواده ازشون هم... اینم یه ذره چاخان بود. برای اینکه شما بخواد خونه بگیری میتونی، یعنی اگه تلاش کنی میتونی، یه جوون 18 سالگی که سوئدی باشه میتونه خونه بگیره، ولی کسی خیلی سخته، چون باید بری کار کنی، هزینه‌اش زیاده. این یه خورده چیز بود. اینم یه ذره من اشکال بهش میگیرم، چون شما باید کار داشته باشی، بعد از اینکه کار گرفتی بری دنبال خونه بگردی و معمولا نمیشه در جا تو 18 سالگی، مگر که خانواده‌ات بهت کمک کنن. دولت همچین کمکی زیاد نمیکنه وقتی کار نداشته باشی. حمایت مالی بکنه. روابط خانوادگی تو سوئد قوی نیست. وقتی مردم پیر میشن میرن تو خونه سالمندان زندگی میکنن و خیلی کم پیش میاد که کسی به دیدنشون بره. حتی تو این هم یه ذره فکر میکنم ایراد داشت. حالا برای چی؟ اون کسی که ویدیو درست کرده شاید تو سوئد زندگی نکرده و نمیدونه. شما تا زمانی که میتونی بری خونه سالمندان، این جوریه که باید حتما یه دلیلی داشته باشی که نمیتونی توی خونه زندگی کنی، یعنی از پس خودت بر نمیای و کمک نیاز داری که بری خونه سالمندان. بعد
به اون صورت میتونی بری تو خونه سالمندان. اینکه شما یه ذره سنت بره بالا بعد بگی نه من میخوام خونه سالمندان، نمیشه. باید نشون داده بشه و به اون دولت بفهمونی که من نیاز به کمک دارم، نمیتونم از پس خودم بر بیام، و اون موقع شما میری خونه سالمندان. و اینکه کسی بهش سر نمیزنه بعید میدونم، چون همیشه من دیدم مثلا من خانومم خودم توی پرستار خونه سالمندان هست و میگه که میان بهشون سر میزنن خانواده، حالا کم و زیاد، ولی خب هستن کسایی هم که سر نمیزنن، این درسته، ولی باید دلیل قانع کننده داشته باشی که قبولت کنن توی خونه سالمندان. سوئد شغل بعضی ها اینه که کل روز رو فقط کنار آدم های سالمندی که آخرین روزهای عمرشون رو میگذرونن بشینن. کشور سوئد یه جامعه یه بسته داره. تو سوئد نباید به یک متری آدم ها نزدیک شد. آدم ها از تماس فیزیکی نزدیک آشفته و ناراحت میشن. سوئدی ها بعضی چیزها رو حتی به نزدیکترین دوست یا فامیلشون هم نمیگن. درباره زندگی شخصی هم دیگه. خب اینو که همه نمیگن، شاید منم به خانواده‌ام چیزی رو نگم. اینا یه چیزایی از کلی داره میگه، من مال کل دنیاست، یعنی مال سوئد فقط نیست، مال کل دنیاست. یه اصلا سوال نمی‌کنن. از اینکه کسی ازشون درباره زندگی شخصیشون سوال بپرسه هم خوششون نمیاد. سوئدی‌ها کلاً شخصیت سردی دارن. توی برنامه مستند شخصیت سردی که دارن من اینو قبول دارم، ولی اینکه ازشون سوال شخصی کنی بستگی داره چقدر صمیمی باشی. تو نمیتونی بری تو خیابون از یه نفر بپرسی حالت چطوره، چطوری، خونت چجوری، چیکار، چجوری میخوابی، چی داری، چه مبلی داری، نمیشه که. اگه دوست باشی راحت میتونی بپرسی. اینو من قبول نداشتم بازم. یه سوئدی گفت که 7 سال طول میکشه تا یه مهاجر خوش شانس بتونه با یه سوئدی آشنا بشه. تو سوئد خیلی ها هستن که سالهاست با هم دیگه همسایه هستن ولی یک کلمه هم با هم حرف نمیزنن. تو خیابون هم سعی میکنن. اینم درسته که سوئدی‌ها همسایه هستن، حتی خود سوئدی‌ها هم با خود سوئدی‌ها شاید مثلا توی آپارتمان‌ها فقط یه سلام هی هی کنن، یعنی این که درسته، ولی اینکه 7 سال طول بکشه شما یه نفر رو بخوای آشنا بشی من بعید میدونم. این بستگی داره به کامل، داره چیزای شخصی رو کلی حساب میکنه. من تا با کسی رو در رو نشن که مجبور باشن با اون شخص صحبت کنن. مثلا اگه به یه سوئدی صبح بخیر بگین طبیعی هست که جوابتون رو نده. مردم سوئد در بین کشورهای اروپایی بهتر از همه زبان انگلیسی رو بلدن. بیشتر از 90% سوئدی ها به زبان انگلیسی تسلط دارن. تقریبا همه مردم بلدن. از مردمی که تو روستا زندگی میکنن تا بازاری ها، راننده های تاکسی، پلیس ها، حتی بچه هایی که به سن مناسبی رسیدن، همه میتونن انگلیسی حرف بزنن. اگه انگلیسی بلد هستین بدون نیاز به یادگیری زبان سوئدی میتونین راحت تو سوئد زندگی کنین. واحد پول سوئد کرون هست. سوئد تنها کشور تو دنیاست که داره پول نقد رو کنار میذاره. هیچ جا ازتون پول نقد قبول نمیکنن. حتی دولت سوئد تصمیم نه اینو یه خورده داره قاطی داره یارو. کی گفته سوئد پول بعضی جا هستن فقط مثلا پول نقد قبول میکنن اتفاقا. نه شما میتونید الان هنوز که هنوز میشه، یعنی تا الان شما میتونید با سویش بعضی جا بخرین که هم میشه کارت به کارت. شما میتونید با کارتتون و شما میتونید بیشتر سوپرمارکت ها هنوز پول نقد قبول میکنن، کش قبول میکنن. این هنوز یه ذره گرفته پول دیجیتال رو جایگزین پول کرون کنه. دولت سوئد اعلام کرده که از تاریخ 24 مارس 2023 قرار دیگه شهروندان این کشور از هیچ اسکناس کاغذی استفاده نکنند. علی‌رغم این اسکناس‌ها هنوز هم وجود دارن. تو سوئد نزدیک 6000 نفر زیر پوست دستشون ریستراشه‌های کوچیک اندازه دونه برنج کاشتن که اطلاعات کارت اعتباری، کارت شناسایی و کیف پولشون رو روش دارن. 82% سوئدی‌ها آنلاین خرید می‌کنن. این کیت رو که اینجای دست می‌ذارن و من شنیده بودم ولی ندیدم تا حالا کسی از رفیقام و دوستام داشته باشه. شنیده بودم می‌خوان این کارو انجام بدم، نمیدونم این یارو میگه 6000 نفر الان گذاشتن، شاید هم نذاشته، من نمیدونم. اگه کسی دیدین شما گذاشته برای من زیر همین ویدیو کامنت کنین لطفاً. حتی تو توالت های عمومی هم پول نقد قبول نمیکنن. سوئد هفتمین کشور گران دنیاست. چی؟ توالت های عمومی که اکثرا پولیه، که میشه پول سکه‌ایه. نمیدونم من سکه‌ای دیدم ولی خب این یارو ذره فکر کنم نمیدونه. حالا شاید جایی هم هست قبول نمیکنه ولی من جایی هم هست که دیدم قبول میکنه و اکثر مثلا تو مترو هست، وگرنه تو سوپرمارکت ها یا مستور مارکنادا رایگانه، یعنی شما نیازی به پرداخت پول نه و دستشویی هاشون هم همیشه تمیزه.
ولی قدرت خرید مردم تو این کشور خیلی بالاست. یه بطری آب حدود 20 کرونه، یه قهوه فنجون حدود 40 تا 50 کرون هست، یه بسته نون به طور متوسط 30 کرون فروخته میشه و میوه ها و سبزیجات مورد نیاز این کشور هم معمولا از خارج وارد میشه. دولت سوئد واسه تشویق مردم به فرزندآوری اقدامات و برنامه‌های مختلفی رو اجرا میکنه. سوئدی‌ها اصلا نگران نیستن که بعد از بچه دار شدن چه جوری قراره از پس هزینه‌های بچه‌شون بر بیان. دولت همه چیز رو براشون راحت و آسوده کرده. کلیه خدمات بهداشتی در دوران بارداری و زایمان کاملا رایگان هست. دولت به کسایی که ازدواج رسمی کردن و تشکیل خانواده دادن و کسایی که به طور رسمی ازدواج نکردن ولی با هم زندگی میکنن امکانات مشابهی ارائه میده. حتی اگه شهروند اروپا نباشین و با یه سوئدی زندگی مشترک داشته باشین که تو زبان سوئدی به این رابطه. این چی بود؟ بازیکن منچستر یونایتد بود اینا شعره. این چی اسمش؟ ویکتوره. تو منچستر یونایتد بازی میکنه. اینم بازیکن فوتبالشونه. این سه بازیکن این سه تا بازیکن فوتباله. یه ویدیو معروف فرداشته طرف گذاشته. سوئدی زندگی مشترک داشته باشین که تو زبان سوئدی به این رابطه سامبو گفته میشه. دولت سوئد به شما حق کار و حق اقامت میده. سوئد ششمین کشور تمیز دنیاست. بیش از 99% زباله های این کشور بازیافت میشه. بزرگترین عیب این کشور همینه که تو زمستون خورشید اصلا طلوع نمیکنه و تو تابستون هم اصلا غروب نمیکنه. زمستون ها طولانی و سرد و تاریک است. آسمون کل سال خاکستری و تیره است. مردم هم واسه روشن شدن هوا منتظر باریدن برف هستن. تابستون‌ها کاملا برعکس هست و هوا کاملا روشنه. تو ماه دسامبر که طولانی ترین شب‌ها رو داره، خورشید ساعت 8:30 صبح طلوع می‌کنه و ساعت 3 بعد از ظهر غروب می‌کنه. تو ماه جوان هم که روزها طولانی تر از بقیه ماه هاست، خورشید ساعت 3:30 صبح طلوع میکنه و ساعت 10 شب غروب میکنه. در واقع دلیل بالا بودن میزان افسردگی تو سوئد هم به خاطر همین شرایط آب و هوایی هست. تو زمستون مردم معمولا تو مود افسردگی هستن. واسه این که از نظر روانی خودشون رو آروم کنن، بیرون خونه ها رو نورانی میکنن. تصور کنید که صبح پا میشین و همه جا تاریکه، ولی شما باید سر کار یا دانشگاه برید. غروب هم وقتی دارین به خونه برمیگردین هوا باز هم تاریکه. اینو واقعا راست میگه. خیلی دپرمیت چیز میگه. آدم خورده حالش گرفته میشه وقتی ساعت مثلا تو ساعت 8 هم حتی بعضی وقتا 9 هم مثلا یه وقتی تاریکه مثلا تو اوج زمستون و حال آدم گرفته میشه و ساعت 3:30-4 هم دقیقا خورشید میره پایین و تاریک میشه. ولی این که سوئدیا به خاطر این دپرسن و اینا نمیدونم، ولی خب این باعث میشه که هوا سرده خونه نشین بشن و بیشتر مثلا کشورهای مثل که ایران یا افغانستان مثلا تا دیر وقت نمیتونن بیرون باشن چون هوا گرمتره اونجا. ولی این نمیتونم باور کنم که دلیلی برای افسردگی باشه که برای کل جامعه حساب بشه. یعنی اونا هم زندگی خودشونو دارن، بیرون رفتنشونو میرن خرید بخوام با. نه این خبری از یا روز نیست، یا اینکه کاملا برعکس. صبح از خواب پا میشین همه جا روشنه، شب هم تو تخت خوابتون میخواین بخوابین باز هم هوا روشن است و انگار که روزه. سوئدی ها اصلا عادت به بی‌برنامگی ندارن. اگه یه کاری باید فردا ساعت 10 صبح انجام بشه، دقیقاً رأس ساعت 10 صبح اون کار رو انجام میدن، نه 5 دقیقه زودتر و نه 5 دقیقه دیرتر. سوئد طولانی ترین گالری هنری تو دنیا رو داره، اما این گالری یک گالری معمولی نیست و تو مکان خاصی هم قرار نداره. این خط مترو حدود 110 کیلومتر طول داره و از مجموع 100 ایستگاه این مترو 90 ایستگاهش به نمایش آثار هنری 150 هنرمند سوئدی شامل نقاشی، مجسمه، موزاییک، کندکاری و نقوش برجسته اختصاص داده شده. سوئد قدیمی ترین کشور بیطرف تو دنیاست. از سال 1814 کشور سوئد تو همه جنگ های دنیا بیطرف مونده و تو هیچ کدوم از این جنگ ها شرکت نکرده. امروز سوئد سومین کشور دموکراتیک دنیاست. حکومت این کشور پادشاهی مشروطه هست. سوئد پادشاه داره ولی اختیارات پادشاه نمادین هست. بچه دقیقاً راست میگه. اختیارات پادشاه نمادین هست. ولی خب باز هم مثلا یه دخالت های کوچیکی دارن، ولی خیلی اصلا نمیشه بگی دخالت، یعنی در اصل دخالت نیست، ولی خب مثلا یه کارهایی میکنن خانواده سلطنتی. و این پادشاه واقعا آدم خوبیه بچه ها. من نمیدونم مثلا شاید با کشورهای دیگه مقایسه کنین، با کشور ایران یا حالا افغانستان، شاید بعضی از پادشاه بعدشون بیاد بعد از پادشاه خوششونه، ولی واقعا این آدم خیلی بزرگیه. و من دیدم مثلا برای کوچکترین مثلا ورزش‌ها مثلا میره تو ورزشگاه مثلا برای حمایت از ورزشکاراشون مثلا سورپرایزشون میکنه و اونجا تشویقشون میکنه. بیشتر من دیدم توی مثلا
بازی های زمستانی خیلی دوست داره، خیلی دوست داره خانومش آقای گوستاف و خانومشون که نمیدونم دقیقا اسمشون چیه، ولی خب خانومشون اهل آلمانه، اگه نمیدونستین بدون خانومشون آلمانی هستن، یکی از اشرافزاده های آلمانی هستن و پادشاهی نیستن، ولی خب چیز خانواده رویال نیست، ولی فکر کنم اشرافزاده باشه، یعنی خیلی پولدار بودن خانومشون هم. و حالا بقیه ویدیو. به پادشاه قدرت سیاسی نداره. سوئد کشوری هست که بیشترین تعداد نماینده های زن تو پارلمان رو داره. زنان 46% مجلس و 50% کابینه دولت رو تشکیل میدن. این کشور پس از هلند بیشترین میزان برابری جنسیتی و حقوق بشر رو تو دنیا داره. فرقی نمیکنه سوئدی باشین یا پناهنده باشین و یا شهروند کشور دیگه ای باشین. هر کسی که وارد مرزهای کشور سوئد میشه از حقوق یکسان برخوردار میشه. خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودین. اگه از این نمونه ویدیوها خوشتون میاد حتما ویدیو رو لایک کنید، به دوستانتون به اشتراک بذارید و در قسمت کامنت حتما نظرات خودتون رو بنویسید. با تشکر. پس یه بار دیگه میگم کانال جعبه اسرار هست و کانال خیلی خوبی بود، ولی خب یه لحظه صبر کنید. به نظر من که یه چیزایش واقعا غیر قابل قبول بود واسه من، حداقل چون من تو سوئد زندگی کردم و مثلا میدونم اینا، اونایی که زندگی کردن شاید بیشتر چیزها رو شاید قبول داشته باشن، شاید قبول نداشته باشن چون خودشون تجربه دارن، ولی خب اطلاعات بدی هم نداد این بنده خدا جعبه اسرار. یه اطلاعات کوچیکه خیلی خوبی داد برای کسایی که دوست دارن ببینن سوئد و یا مثلا در مورد سوئد اطلاعات داشته باشن. اگه این ویدیو رو بخوان نگاه کنم، من پیشنهاد می‌کنم یه پیش زمینه ای از اطلاعات توی سوئد به دست میارن. و اینم بود این ویدیو. و نظر خودتون رو بنویسین که آیا شما دوست داشتین، آیا موافقین با نظر این بنده خدا، آیا سوئد کشور افسرده ای یا نه. به نظر من که نیست، افسرده نیستن، چون توی واقعا تابستون میبینی که چقدر زندگی در جریان و چقدر مردم بیرون میرن، چقدر خوشحالن و اینا. لب ساحل تا یه ذره گرم میشه بنگ بنگ میرن برای ساحل. نه به نظر من انقدر که ایشون سیانمایی کرد و مطلبش در مورد افسردگی در سوئد بود، به نظر من این نبود. و چیز دیگه نمیتونم بگم. اگه دوست داشتین ویدیو رو لایک کنین، اگه از این نمونه ویدیوها بیشتر دوست دارین پس برام بنویسین که من از این نمونه ویدیوها با ریاکشن خودم و عکس العمل خودم براتون بذارم. ممنون که منو فالو میکنین و خدا به همتون برکت بده. خدا نگهدار تا یه ویدیو دیگه.